سرخط خبرها. خبر خوش و وحشتناک درباره بزرگترین دشمن مردم افغانستان. شورای مقاومت دکتر زبیولا را به عنوان 30 سخنگویش برگزید. موضوع ناروشن طالبان درباره بازگشایی مکاتب دخترانه. تا 11 روز دیگر سال آموزشی جدید آغاز می شود. و افزایش 32% صادرات پاکستان به افغانستان در 8 ماه گذشته. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. موضوع ناروشن طالبان درباره بازگشایی مکاتب دخترانه. تا 11 روز دیگر سال آموزشی جدید آغاز می شود. با اینکه تنها 11 روز دیگر به آغاز سال آموزشی جدید باقی مانده، طالبان هنوز هم موضوع روشن درباره گشایش مکاتب برای دختران ندارند. وزارت معارف زیر اداره طالبان حدود 1.5 سال پیش آموزش دختران را تا امر ثانی تعلیق کرد و توضیح داد که روی طرح مسئولیت دانش آموزان دختر کار می کند. با گذشت 19 ماه نه طرح این گروه نهایی شده و نه هم از امر ثانی طالبان خبری است. شمار از دختران دانش آموز در واکنش به سکوت طالبان برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه های دخترانه می گویند که این گروه هنوز هم اراده جدی برای بازگشایی دروازه مکاتب برای دختران ندارد. این دانش آموزان خواهان بازگشایی هرچی زودتر مکاتب هستند. فعالان حقوق زن اما گفتند تا زمانی که کشورها و جامعه جهانی بر طالبان فشار جدی دیپلماتیک وارد نکنند، منع آموزش دختران از سوی این گروه ادامه خواهد یافت. بهاره سادات، دانش آموز صنف 11، یکی از مکاتب دولتی در پروانه است. او از ادامه بسته ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 ابراز نگرانی می کند و می گوید که وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان علیه زنان و دختران او را ناامید کرده است. بهاره که نزدیک به 2 سال می شود در انتظار بازگشایی درب مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 است، طالبان را به عهد شکنی در پیوند با آموزش دختران متهم می کند. این دانش آموز در صحبت با روزنامه 8 صبح می افزاید: بیشتر از 1 سال وقت ما ناحق تلف شد. طالبان بارها وعده ایجاد طرح بازگشایی مکاتب را دادند، اما دروغ بود. طالبان مثل دوره اول حاکمیتشان زنان و دختران را اجازه تعلیم و تحصیل و کار نمی دهند. تجربه نشان داده که طالبان هیچگاهی بعد تعهداتشان پابند نبودند و نیستند. در همین حال شمار از دانش آموزان پسر نیز خواهان بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر صنف 6 هستند. مصطفی باشنده ولایت کاپیسا می گوید ترس ما این است که 1 سال دیگر هم طالبان خواهران ما را اجازه تعلیم و تحصیل ندهند. امیدوار هستم طالبان امسال مکاتب را برای دختران باز کند. طالبان باید دختران را اجازه تعلیم و تحصیل بدهند. نباید 1 سال دیگر وقت دختران ضایع شود. شورای مقاومت دکتر زبیولا را به عنوان 30 سخنگویش برگزید. شورای مقاومت برای نجات افغانستان با پایان رسیدن فصل زمستان 30 سخنگویش را برگزید تا آرایش ملکی این شورا آیست آیست تکمیل شود. به گزارش سپوتنیک، شورای مقاومت برای نجات افغانستان به دنبال گزینش سخنگویانش این بار 30 سخنگویش را انتخاب کرد. این شورا با نشر اعلامیه‌ای نوشت شورای مقاومت برای نجات افغانستان دارای 5 سخنگو می باشد که دیدگاه و موضع شورا را بازتاب می دهند. در ادامه این شورا نگاشته است: محترم دکتر زبیولا، فعال سیاسی، نویسنده و دیپلمات پیشین کشور، یکی از سخنگویان شورای مقاومت ملی می باشد. پیش از این شورای مقاومت برای نجات افغانستان، خالد پشتون معاون پیشین ولایت قندهار و دکتر حسین روزنامه‌نگار را به عنوان نخستین و دومین سخنگویان این شورا برگزیده بود. یادآوری میکنیم که پس از چیرگی گروه طالبان، بسیاری از سران مجاهدین پیشین و مقام‌های دولتی پیشین این کشور از این کشور گریختند.
و اکنون در بیرون از کشور شورای را به نام شورای مقاومت برای نجات افغانستان ساختند. این شورا تا اکنون با گروه طالبان درگیری نظامی انجام نداده است و معلوم هم نیست که این شورا در درون افغانستان هوادار و یا نیرو دارد و یا نه. افزایش 32% صادرات پاکستان به افغانستان در 8 ماه گذشته. با گزارش رسانه‌های پاکستان، صادرات این کشور به افغانستان در 8 ماه گذشته 32% افزایش یافته است. دینشین یک شنبه شب 21 اُحد گزارش داده که این آمار صادرات پاکستان به افغانستان از جولای سال 2022 تا فوریه سال 2023 را در بر می‌گیرد. بر پایه اطلاعات نشر شده، صادرات پاکستان در سال گذشته 500 میلیون دلار بوده، اما این رقم حالا به 658 میلیون دلار رسیده است. بر اساس گزارش ها، واردات پاکستان از افغانستان زیر اداره طالبان نیز افزایش 24% داشته است. گفته می شود که میزان واردات پاکستان از افغانستان از 544 میلیون دلار در سال گذشته به 675 میلیون دلار رسیده است. ترکتور، موتورسایکل، پارچه های ضد آب، دارو، محصولات لوجستیکی، برنج، سمنت و محصولات برقی از صادرات پاکستان به افغانستان است. خبر خوش در مورد دشمنان مردم افغانستان. ملا انصاری و ملا رحیم حقانی هم مخالفان را واجب القتل خوانده بودند. قبل از قتل مخالفان خودشان قتل شدند. حالا نوبت ملا ندا هست. این در حال است که ندیم چنین گفته است: مخالفان نظام واجب القتلند. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان گفته آنان که نظام این گروه را تخریب میکند واجب القتلند. وزیر تحصیلات عالی طالبان روز گذشته شنبه 20 اُحد در مراسم پایانی دوره آموزشی مفتیها و قاضیهای این گروه در قندهار گفت تخریب کنندگان نظام اگر با زبان، اگر با قلم یا در عمل تخریب کنند همه آنها باقی و واجب القتل پنداشته می شوند. ندیم بیان که از فرد یا گروه خاص نام ببرد افزود که آنها با دسیسه های بیگانگان برای مردم افغانستان مشکل می آفرینند و در مقابل جنگجویان طالبان آماده هستند که آنها را سرکوب کنند. گفته های وزیر تحصیلات عالی طالبان در حال است که حکومت این گروه مرجع مشخص برای شناسایی جرم افراد ندارند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب کنید.